گفتم خدایا چرا این همه سختی؟ گفت ان مع العسر یسرا، بعد از هر سختی آسانی است و قطعاً و به درستی که با هر سختی آسانی هم هست. گفتم خدایا مانده شدیم، خسته شدیم. گفت از رحمت من ناامید نشو. گفتم خدایا انگار مرا فراموش کرده ای. گفت یاد کن مرا تا یاد کنم شما را. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده، هموطنان خوبم. امیدوار هستم که سرطمند باشین و بیننده برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و برنامه روشنا مهمان شما عزیزان هستیم. ما را پذیرا باشید. و همچنان ایام عید مبعث هست، عید پیامبر مهربانی و رحمت للعالمین. این ایام به شما تبریک عرض میکنم و از خدای بزرگ میخواییم که به حق رسول الله به ما قلبی پر از ایمان، دلی پر از آرامش و عمری با عزت عطا بفرماید به ما و شما بیننده های عزیز. امیدوار هستیم که امروز هم ما را همراهی کنین تا آخرین لحظات و همراه ما خانم حسنزاده عزیز هستن که یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و امیدوار هستیم که صحبت های ما و خانم حسنزاده عزیز را هم امروز شما عزیزان حتما ببینید و بشنوید. سلام خانم حسنزاده و خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم که در هر کجا برنامه ببینن جور و صحتمند باشن و روز خوب خوشی را از خداوند متعال برای از همه عزیزان خواستار هستم. بندم عید مبعث رو خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه روشنا تبریک و تهنیت عرض میکنم. زنده باشین، جان سپاس خانم حسنزاده عزیز و بزرگوار. و شما عزیزان، روزهای یکشنبه اگر که بیننده برنامه بوده باشین، ما موضوعی را تحت عنوان مثبت اندیشی و رضایت از زندگی نسبت به این موضوعات با شما عزیزان گفتگو را آغاز کردیم و مطالب زیادی را گفتگو کردیم نسبت به عوامل مؤثر در رضایت از زندگی که شناخت واقعیت‌های دنیا بود، قناعت بود و امروز هم می‌خوایم که در رابطه با شناخت سختی‌ها صحبت کنیم. انشالله که هیچ کدام از شما عزیزان در سختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌ها نباشن. اگر هم هستن دنیا همیست. به هر حال دنیا فراز و نشیب داره. دنیا پر از سختی‌ها و مشکلات هستن که با مقاومت و با صبر و گذشت می‌تونیم تمام سختی‌ها را از زندگی خود ما دور کنیم. خب خانم حسنزاده عزیز، حالا اگر بیایم در رابطه با شناخت واقعیت‌های سختی صحبت کنیم، اصلا منظور از این چی هست؟ منظور از شناخت سختی‌ها یعنی چی؟ بله، همونطور که شما فرمودید موضوع برنامه ما مثبت اندیشی و رضایت از زندگی. ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان محترم بودیم در مورد اینکه زندگی اصلا چی هست و چطور زندگی باعث میشه که برای انسان معنادار باشه، گفتیم که زندگی زمان انسان در او احساس شادی و خوشبختی میکنه که او زندگی هدفمند باشه و عواملی میتونه باعث بشه که رضایت ما از زندگی رو افزایش بده. همونطور که شما فرمودین ای که انسان به این فکر کنه که دنیا محل گذر هست. بله. و یک شناختی از دنیا داشته باشه باعث میشه که این احساس خوشایند رضایت از زندگی در او فرد بیشتر بشه. درست. مورد بعدی که گفتیم که مربوط به همون دنیا میشه که در این دنیا ما قناعت پیش بله، بله. و قناعت داشته باشیم. اینا رو ما مفصل صحبت کردیم. بله. ولی امروز میخوایم شناخت واقعیتی که وجود داره در همه این زندگی ها این واقعیت داره که اگر انسان این واقعیت رو درک کنه باعث میشه که سختی ها رو بهتر بپذیره و برای اونا رو مدیریت کنه. ما در مورد این انشالله صحبت میکنیم. میتونیم بگیم انسان در هر انسانی در زندگی خود مشکلات داره. بله. حتی انسان هایی که شادن احساس خوشبختی و رضایت در زندگی خود میکنن
اگه پای صحبت از اینا بشینیم و از اونا بپرسیم که آیا شما در زندگی خود اینقدر زندگی خوبی داری، همه قبطه زندگی شما رو میخونن، آیا مشکل نداری، میبینیم که واقعا مشکلاتی که دارن حتی بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم در ذهن ما میایه، اینا مشکل دارن، ولی مشکلات خود رو راه صعود به پیشرفت و هدف زندگی در درست. نظر گرفتن و همین باعث میشه که اینا درک کردن که زندگی به همراه از این مشکلات وجود داره، حس کردن و این برای از اونا ثابت شده که من زندگی رو همراه مشکلات میپذیرم و همین سختی ها رو باعث میشه که مدیریت و مهارت کنم تا به سعادت و خوشبختی و احساس رضایت که یک احساس درونی که در فرد هست برسه. پس سختی ها در زندگی وجود داره، مهم است که ما بتونیم اون را مدیریت کنیم. احسن. و ما میگیم سختی ها حال مدیریت و مقاومت در برابر سختی ها، علاوه بر مدیریت خانم زوری مقاومت، مقاومت. هم هست. همین مدیریت یعنی هم یک نوع برنامه ریزی کنه آدم برش، برنامه ریزی کنه که به در برابر برنامه ریزی باشه، مدیریتی باشه. چون دو نوع مدیریت داریم، یک مدیریتی هست سنجیده نیه، ممکنه به شکست خدای نکرده بیانجامه، ولی مدیریت مد نظر هست که واقعا برنامه ریزی شده هست و برای از او مقاومت در پی از او هست. ممکنه ما برنامه ریزی کنیم ولی او طور که باب میل ما باشه درست. اتفاق نیفته. پس انسان باید او مقاومت هم در ذهن خود خود داشته باشه که در برابر این سختی ها بتانه استادگی کنه. خب مطمئنا واقعیت دنیا و محل همین سختی ها و بلاها است، ولی همین بلاها هم همین سختی ها بله. میخوایم تعریفی از این همونطور که درسته. شما پرسشی که مطرح بله. کردیم بیان کنیم، همین سختی هایی که ما داریم یا میتونیم بگیم بلاهایی که معنادار هست سختی ها. چون بعض وقتا ما احساس میکنیم اگه ما سختی میکشیم فقط مدام رنج است، مشقت هست، ولی و اینها باعث میشه او احساس آسایش رو ما نکنیم، احساس راحتی رو نکنیم، چون ما چیزی که در ذهن ما از راحتی است اینه که همه چیز مهیا باشه، هیچ باعث مشکل نباشه در زندگی، ولی این میتونیم بگیم غیر ممکن است، چون همونطور که گفتیم زندگی همراه سختی ها هست، انسان خلق شده برای سختی ها و مشکلات، همگام از او هست، انسان خودش میتونه این مسیر رو برای خود فراهم کنه و سختی ها رو به راحتی پشت سر بذاره. همونطور که ما داریم که در خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو کلا در سخت و سختی و رنج آفریدیم، ولی در حقیقت ما اگر فکر کنیم این سختی ها و این مشکلات میتونه یک آزمایش باشه برای ما در این دنیای ریشه یابی کنیم. احسن. اگر چه ناخوشاینده است بله بله. ولی در عین ناخوشایند میتونه به زندگی انسان مفهوم بده، همه چیز انسان در دست از او باشه، مهیا باشه، دیگه از او خوشی های خود خود لذتی نبره. وقتی آدم یک مدتی مثلا در سختی ها باشه باعث میشه خوشی های خود خوشی ها رو بدانه و وقتی خوشی به دست میاد احساس میکنه آدم لذت ببره. پس این فراز و نشیب در زندگی لازم است، همین فراز و نشیب همین سختی ها هست که زندگی رو معنادار میکنه، چون بعض وقتا ما احساس میکنیم زندگی جوری معنادار میشه همش رفاه و آسایش و باب میل ما باشه، ولی انسان به یک پوچی میرسه، به یک انسان بگه این زندگی اصلا فایده نداره. من یک مثال تمثیلی اینجی بیان کنم، مثل شبیه یک فردی هست که میای از یک کسی طلب کمک میکنه، این فردی که طلب کمک میکنه اون میگه من به شما مثلا همین فلان مقدار رو کمک میکنم، فلان پول رو میدم که نیازت رو برطرف شه، ولی نمایه همین جوری به ای بده. خب. در مقابل از اون میگه تو یک کاری باید برای من انجام دی. درسته. مثلا نگاه میکنه میبینه چند تا سنگ و آجل هست، مثلا سنگ های زیادی هست از یک ساختمان باقی مونده، میگه اینها رو از این سمت حیات به این سمت حیات برای من بچین. درسته.
باعث میشه که میگه اگه خواستی فردا هم میتونی بیای همین کار رو انجام بدی و مزدی دریافت کنی. این فرد چند بار میره و بر میگرده و آخر متوجه میشه کار از این بیفایدهه. آخر خود همین کارگر که با وجودی که مزد دریافت میکرده ولی خود نالان میشه، میگه چرا من همیشه بیام به صورت مثلا هیچ فایده نداره و یه کار بیهوده رو انجام بدم، فقط سنگ ها رو از این سمت حیات بوسم بگذارم که باعث بشه که به من یک پولی بدی و من خودش با شدت ناراحتی کار رو ترک کنه. خب این با این تمثیل میتونه بگیم آخر چون احساس کرده که پوچه کار بیفایدهه، گرچه مزد گرفته ولی همش کار که انجام داده بیهوده بوده، ولی او صاحب کار چون میخواسته بدون دلیل مزدی به این نده مثلا کاری رو ازش بخواد، به این هم توجه نکرده که بیفایده بودن کار حتی برای یک کارگر عذاب آور است. درسته. خب ما هم میخوام این نتیجه رو از این تمثیل بگیرم که ما هم انسان ها اگر مدام به شکل همه مثلا همه چیز برای ما فراهم باشه مثلا بله. یک کار ولی به کار عبس به فکر میکنه رسیدی، چون همون مشکلات هست که ما رو میسازه، مبارزه کردن با اون مشکلات هست که به زندگی ما هدف میده. یعنی سختی جز واقعیت های زندگی است اصلا و بدون او معنی نداره زندگی. یعنی ما یک سر اگر در آرامش باشیم، همیشه در خوشی باشیم، قدر خوبی ها و خوشی ها و سلامتی رو امثالی را نمیدانیم. زمان قدر میدانیم که به مشکلاتی هم رسیده باشیم، مشکلاتی را هم مدیریت کرده باشیم و مشکلات دست و پنجه نرم کرده باشیم همراه از او. خب میان برنامه‌ای داریم تقدیم عزیزان میکنیم، همچنان بیننده برنامه باشین و بسیار خوش میشیم که شما عزیزان با ما در ارتباط باشین. شاید امیال سوالات زیادی در ذهنتان هست، میتونین از ما پرسان کنین، ما به صورت زنده و مستقیم با شما عزیزان هستیم و نمبر واتساپی را براتان میگم، حتما همکاران هم زیرنویس میکنن براتان و همی الان میتونین و همکنون میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13. سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبت و گفتگویی که دارین ما پذیرا هستیم، با ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. فقد اینهایی که قرآن میگه لقد آتین آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینه هم ملکن عظیمان کیانن، در کل تاریخ بگردید و تفحص کنید کسی نیست جز پیغمبر و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام. اینا همون کسانی هستند که هم از اولاد ابراهیم بودن، از ذریات ابراهیم بودن و هم هیچ گرد و غبار از گناه بر چهره پاک و منبر اینها نمی نشسته و ننشسته، معصوم معصوم، و هم در عین حال خدا را انتخاب کرده. و زم پسند آی پیانبر کنه ما ستایم شیرا که رب و دواد و تورات و انجیل و را ستایش کرست سنای منو را کجا در خورست نیلت سمن را
بسیاری از افراد هستن عزیزان بیننده و هموطنان گلم که از سختی های زندگی خودشان وقتی که در سختی و مشکلات هستن میان شکر گذاری میکنن از خدای بزرگ. شاید با خودتان بگوین که هم سختی و مشکلات داشته باشیم هم بیایم شکر خدا رو بکنیم. بله بسیار خوب است که ما در عمق سختی ها و مشکلات بیایم از خدای بزرگ شکر گذاری کنیم به خاطر سختی هایی که به ما دادیم. به خاطر چی؟ بخاطر از این که ما را وادار میکنه که تلاش کنیم، کوشش کنیم، از تجربیات او سختی ها و مشکلات استفاده میکنیم و مطمئن باشیم که بعد از این سختی ها که با صبر و مقاومت و گذشت و تدبیر بسیار خوب اونا را پشت سر گذاشتیم، بسیار خوشی ها و موفقیت ها نصیب ما میشه. پس شکرگزاری حتی در سختی ها و مشکلات وظیفه ما هست. همراه ما باشین و میشنویم صحبت های خانم حسنزاده عزیز را که باز هم چی گفتگویی دارن برای ما. بله داشتیم میگفتیم که زندگی کردن همراه سختی از او، سختی های از او جزء زندگی است. اگر او نباشد باعث میشه که زندگی بدون معنا بشه، بدون هدف بشه، حتی باعث میشه که یک فشار روانی بر انسان وارد بشه. بسیار خوشی ها باعث میشه که اون لذتی که باید ببره انسان او رو نبره ولی خوشی ها براش بیمفهوم میشه. پس زندگی همراه سختی و خوشی در کنار هم است که انسان رو میتونه متعادل. یک مطلبی که الان شما فرمودین که در عین این که انسان باعث میشه که سختی داشته باشه شکر خداوند رو بکنه، دلیل بر این هست که حکمت الهی در کلن جهان هستی بر این حکمت بر اساس حکمت میچرخه. بله بله. و حکمت الهی بر این قرار گرفته من نوعی امروز چنین مشکلی رو داشته باشم، پس این بر اساس حکمت انسان بدانه خیلی راحت تر میتونه شکر گذاره راضی باشیم به رضای خداوند و بفهمیم که یک حکمتی وجود داره. احسن. این باعث میشه که حتی در مقابل او چیز شکرگزار خداوند باشین از ته دل. پس سختی ها باید ما این احساس کنیم که در زندگی ما وجود داره و علاوه بر احساس کردن اون رو درک کنیم. بعضی وقتا ما همیشه فکر میکنیم زندگی باید راحتی باشه، برای همین به کوچکترین سختی باعث میشه تحمل کردن از او برای ما غیر ممکن باشه، چون انتظار واقعیت رو درک نکردیم. انتظار نابجا داشتن است. عین این دوتا در کنار هم رو به ما انسان ها و همین نشناختنه که زندگی همراه سختی است باعث میشه که اون مهارت لازمی که انسان باید برای سختی در مقابلش او بیسته و پیروز بشه هم انسان باعث میشه که از دست بده، دیگه انگیزه وجود نداره، میگه الان من نمیتونم در برابر این سختی بیستم. و حتی ممکن بسیار هم تجربه رو ثابت کرده خانم زوری شاید متوجه شده باشیم مشکل سختی که در زندگی انسان به وجود آمده و او رو نتانسته در برابر رو استادگی کنه و مدیریت کنه، مشکلات دیگه هم در زندگی ایجاد کرده. دقیقاً. یعنی تدبیر درست نداشته احسن و مجبوری یک قسم شده که مشکل پشت مشکل برش ایجاد شده، موانع های زیادی در سر راه از او قرار گرفته. بله. فقط به خاطر نداشتن یک تدبیر درست. پس مهارت مقابله با سختی ها زمانی در انسان به وجود میاد که او واقعیت مشکل و سختی رو در زندگی انسان بپذیره. وقتی که ای رو پذیره و که در زندگی سختی وجود داره به راحتی میتونه او رو حل کنه. ما کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که در این باره میفرمایند ای مردم این دنیا خانه رنج است نه خانه سرور و اینا، خانه از پیچیده نه خانه ساده، از این رو هر کس آن را بشناسد با برآورده شدن آرزوهای خودش شاد و مسرور نمیشه، یعنی بیش از حد شاد نمیشه، از اون برم با ناکامی شدن مثلا ناکامی براش ایجاد بشه محزون نمیشه. خیلی کلام واقعا درس آموز این بیان نورانی بله، داره بله. که اول اینکه معرفی میکنن دنیا که همونجور که ما قبلا هم بیان کردیم شناخت آگاهی دنیا همراه مشکلات هست درستن. همراه سختی ها هست و این دوتا کاملا هماهنگ هم هستن. پس باید ما واقعیت رو درک کنیم. درست. اگه این واقعیت رو درک کردیم
بعض وقتا انسان وقتی خوشی بیش از حد داشته باشه سرمست میشه و باعث میشه حتی خدای نکرده او خوشی سبب بشه که انسان طغیان کنه. بله. به جایی که شکر خداوند رو مثلا انجام بده، یا ناراحتی داره، انقدر این ناراحتی دست رو زو فشار میاره. درست. که حتی خدای نکرده به کفران نعمت ناامید میشه از درگاه خداوند. خب پس این دوتا میگن در کنار هم هستن و این شناخت واقعیت رو ما باید بپذیریم و درک کنیم. مورد بعدی که ما میخواییم بگیم این است که مورد دوم این است که سختی ها برگشت ناپذیرن. اولی که برگشت ناپذیر است، اول سختی در زندگی ما وجود داره. درسته. باید این واقعیت رو بپذیریم. بله. دومین مورد این است که سختی ها برگشت ناپذیرن، یعنی این رو در ذهن خود انسان داشته باشه، خیلی میتونه احساس رضایت از زندگی داشته باشه. من الان یک سختی که در زندگی ما وجود داره بر اساس حکمت و تقدیر الهی شکل گرفته و همه حکمت و مصلحت انسان این است که انسان خود باعث میشه به اهداف عالیه برسم. پس این یک مثلا مقطعی است، میتونه در یک مدت کوتاهی باشه این مشکل و فردا این مشکل دیگه به وجود نیاد. یعنی که منظورتون نیست که مثلا وقتی ما یک مشکل داریم امکان داره که این مشکل ما دیگه بر نگرده؟ چطور از خانم حسن زاده؟ آره. یعنی من فکر میکنم الان مثلا شما که صحبت کردین و با خودم میگم که یک مشکل را برای انسان پیش میایه، خب انسان ها تدبیر میکنن، تلاش میکنن، مقاومت میکنن، او را برطرف میکنن، ولی خب امکان داره که چند سبای دیگه بازم اون مشکل برش بیایه. نه، همین مشکل رو بعضی ها فکر میکنن ما همون روی یک مشکل مثلا به آمده، مثلا برای فردی یک بیماری پیش آمده، خب مثلا فرد به یک بیماری براش پیش آمده، ما این در ذهن خود داشته باشیم زمان احساس رضایت میکنیم که این مشکل باعث میشه که تمام بشه یک روز، پایانش رو. درست. اولی که ما این بعدش این است که باعث بشه که اصلا دیگه ما به سراغ این مشکل نریم. این امید داشتن و فکر مثبت داشتن در زندگی چون راه حلش پیدا کردیم منظور تا نیست. آره. یک مشکل بوده ما تلاش کردیم راه حل زور پیدا کردیم دیگه حالا میفهمیم که چه قسم حل میشه. اصلا. از این نگاه برگشت ناپذیر. آره برگشت ناپذیر. مثلا یک مقطعی بوده مثلا یک بنده خدای تصادف کرده، اگر برگرده خب ما راه حلش پیدا کردیم، یه سری میتونیم اون حل کنیم یا طرف کنیم. اصلا. یعنی مشکل چون بعض وقتا من روی میخوام تکیه کنم اون نکته که شما گفته در رأس قرار داره. آه. ولی روی نکته که علاوه بر اینکه راه حل رو پیدا کردیم، این مشکل برای ما تکراری شده، علاوه بر این این است که ما این مشکل رو به راحتی پشت سر میذاریم و برای از او اتمامی وجود داره. درستم. خب ما همیشه گفتیم که در سختی ها و مشکلات یکی از خوبیاش همیست که به ما تجربه میده. ما میفهمیم که تجربه میکنیم که اینمی مشکل این راه حلش هست. احسن. و تجربیات رو استفاده میکنیم و دیگه نمیمانیم که در اون مشکل ما بمانیم و در اون مشکل ما احساس ناامیدی کنیم و احساس کنیم که دیگه ما موفق نیستیم و شکست بخوریم. احسن. چون راه حل از اون رو پیدا کردیم. بعدش هم مثلا انسان به زمانی که احساس رضایت داشته باشه از اون مشکل، زمانی به سراغ از اون میای احساس رضایت، زمانی که این گذرا بدانه مشکل. بعضی افراد هستن که همیشه فکر میکنن این مشکل گریبانگیر از اون هستن، در صورتی که به این شکل ممکنه نباشه و دوباره هم نیاد. در این باره امام علی علیه السلام بر این اصل تکیه میکنن که وقتی مشکلی داری سریع در ذهن دی داشته باش که سریع رد میشه، چون ذهن انسان جوری طراحی شده که وقتی روی مشکل خیلی مثلا تکیه کنه و همش اون مشکل رو مرور کنه، باعث میشه که مشکلات بعدی در رو بیاد. ولی وقتی که انسان جوری باشه که بگه نه، این مشکل گذرا هست، این مشکل رد میشه و همو امید این رو کمک میکنه که سریع اون مشکل رو پشت سر بگذاره. حالا شما این موضوع رو گفتین، من یاد یک مبحثی افتادم که همون جذب کائنات که هست، یک مباحث بسیار گسترده هست که میگن که جذب منفی رو دور کنین از خودتان، انرژی مثبت داشته باشین. همونجور که ما در تیتر برنامه میگیم که مثبت اندیش باشید، میتونه تاثیرگذار باشه. بله. همکارا رو ما اعلام میکنن که میان برنامه آماده نش دارن. بسیار خوب، تشکر از صحبت های شما خانم حسن زاده. میان برنامه تقدیم شما. همچنان اصلا میخوایم که در بخش پایانی همه همراه ما باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان بیننده که بیننده برنامه روشنا هستن و مثبت اندیشی و رضایت از زندگی موضوع ما هست و عوامل مؤثر بر او را بررسی میکنیم که امروز نوبت رسیده به سختی ها و مشکلات، اما چیزی که همیشه همراه ما و شما عزیزان هست و تلاش میکنیم و کوشش میکنیم که بتانیم تمام این سختی ها و مشکلات از زندگی خود ما دور کنیم و حتما موفق خواهی شد اگر تدبیر خوب داشته باشیم، اگر صبر گذشت و مقاومت داشته باشیم و ای که به توانمندی های خود ما اعتماد داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، انشالله که هیچگاه دچار سختی ها و مشکلات نخواهیم بود. میپردازیم به ادامه صحبت ها و خانم حسنزاده، خب حالا که از رضایت از زندگی و شناخت واقعیت های سختی ها را بیان کردیم، گفتیم که سختی ها هست همراه ما و این سختی ها نشان دهنده ای هست که یک نوع حکمت خداوند در او هست و ما باید نسبت به حکمت خداوند همیشه شاکر باشیم، راضی به رضای خدا باشیم. دیگه چه صحبتی دارین برای ما؟ بله، همونجور که شما فرمودیم ما به نکته هایی در مورد رضایت از زندگی اشاره کردیم که از عواملش گفتیم شناخت واقعیت و سختی ها بود. وقتی سختی ها رو گفتیم شناختیم، این رو اولی که خود قبول کنی که در زندگی واقعا سختی وجود داره، وقتی این رو پذیرفتیم رضایت از زندگی هم به آسانی به وجود میاد. دومین موردش گفتیم این است که باعث میشه که همین وقتی که زمانی که سختی رو بپذیریم جوری باشه که بگیم سختی ها در حال گذر هستن و دوباره این رو در ذهن مثبت اندیش خودمان داشته باشیم. درستن. که دوباره بر نمی گردن. بله. چون امام علی علیه السلام در این زمینه کلامی گفتیم که فرمودن، امام علی علیه السلام می فرماین همانا گرفتاری ها اهدافی دارند، یعنی از روی حکمت الهی هستند که حتما باید با آنها برسند. پس اگر کسی رو به آنها مبتلا ساختن باید آن را بپذیرد، صبر کند تا این بگذرد، چرا که چاره کردن آن به هنگام روی آوردنش افزاینده سختی ها هست. درست. خیلی نکته راهکار خوبی رو امام علی علیه السلام در مواجهه با سختی ها بیان میکنن و میفرماین این اهدافیه، گرفتاری از جانب خداوند حکمتی داره. پس انسان خوب است در برابر از او صبر کنه، علاوه بر این که صبر میکنه ای امید رو هم داشته باشه که ای پایان پذیر هست و میگذره.
اگر هم ناله و جزفزع کنه بدانه که بر او سختی ها بعدن افسون میشه. سختی ها ما میگیم پایان پذیر است، یعنی برای هر سختی انسان باید یک انتهای در نظر بگیرد، چون هم این تجربه ثابت کرده اگر بیماری به سراغ از انسان میآید بعد از یک مدتی باعث میشه که بیماری برطرف بشه. درستم. اگر مثلا مشکل دیگه در انسان به وجود میاد، مثلا یک نوع تصادفی حادثه‌ای در زندگی انسان رخ میده، این در ذهن خود انسان باید داشته باشه. مادام العمر نمیخواد در زندگی ما بماند. ولی بعضی از افرادی که احساس رضایت نمیکنن و باعث میشه شکوه کنن، این است که میگن فلان بلا، فلان سختی در زندگی ما آمد، فلان مشکل در زندگی ما آمد و همیشه با ما هست. تا عمر دیگه داریم این مشکل هست. و حتی نباید این انسان در ذهن خود تصور کنه، چون باعث میشه که سختی ها برای انسان رنجاور بشه. حتی باعث میشه که این ناخوشایندی رو انسان با آینده ربط بده، عمومیت بده، بگه من در آینده هم همین مشکل رو دارم. خب این احساس از زور از زندگی نارضایی بیشتر میکنه. خب خانم، اصلا افراد یه قسم میشن که تلاش نمیکنن که سختی ها را گوشبانن یا پس کنن از زندگی خوشبان، یا همون که برنامه ریزی کنن و مدیریت اون تدبیر کنن. یعنی افرادی هستن که میگن که خب دیگه ما هم تو دمی سختی ها بوده، ما هستیم همیشه، یه راه حل نداره، در حالی که قسم نیست. بله. هر سختی یک راه حل داره. احسن. ما حتی باعث میشه که در زمان حالی که زندگی میکنه کل سختی ها رو برای خودشان انباشته ببینن و حتی ممکن از اون سختی عبور کرده باشن، ولی افکار از اینا بر سمت او سختی باشه. خب این باعث میشه که همون ذهن سخت، مثلا تفکری که در ذهن خود دارن نسبت به سختی، مثلا یک مریضی بوده، قبلا بوده، الان در صحت و سلامتی است، ولی این مدام به اون مریضی خود فکر میکنه. مثلا واقعه حادثه برای از اتفاق افتاده، مدام به همین فکر میکنه. خب همین فکر کردن به او باعث میشه که حال خود خور در حال زندگی نکنه. بله. و او داره زندگی که در حال میکنه سراسر از اندوه و ناراحتی و غمگینی باشه. ما این رو در کلام امام علی علیه السلام است که میفرمایند برای هر تنگنایی، وقتی انسان در مشکل تنگنایی قرار میگیره، راه خروجی و پایانی وجود داره. یعنی اینطور انسان نباید تصور کنه من قطعا مادام و در همین مشکل هستم، بلکه باعث یک انتظار گشایش خیلی میتونه به انسان امید بده. و این که من تنها نیستم، باز هم میتونه احساس رضایت بده. این تصور رو داشته باشه هر کسی به نوع از او، خود خداوند متعال مشکلات در این زندگی از او هست، چون با این مشکلات است که میخواهد ترقی کند و به تقوا، حتی به خدا، به کمال و تقوای الهی برسه. من یک مسئله بزنم، میتونم بگم که وقت برنامه هم کمه، همین بیان کنیم که به هر ما یک سفره پهن کنیم و افرادی که احساس میکنیم اینا خوشبخت هستن، هر کی مشکل خود در این سفره بذاره، اگه هر کس بعدش بگیم که هر کی به هر کی مشکلی میخواد از این سفره برداره، واقعا این میتونم بگم با جرئت که هر کسی مشکل خود خور برمیداره. چون وقتی مشکلات بقیه رو میشنوه خیلی سخت‌تره. چون مشکلی که الان خدا برای من قرار داده مناسب توان من قرار داده، مناسب حکمت الهی هست. بسیار خوب، تشکر میکنیم خانم حسن‌زاده، استفاده بردیم. انشالله که بتانیم در سختی ها و مشکلات باز هم از یاد خداوند غافل نباشیم. انشالله. تشکر و سپاسگزار هستیم و شما عزیزانی هم که تا این لحظه همراه ما بودین، زنده باشین. سپاسگزار هستم از حضورتان و انشالله که هیچگاه در سختی ها و مشکلات نباشین. اگر هم هستیم در سختی ها، مطمئن باشیم که با هر سختی حتماً آسانی و خوبی هم هست. سپاسگزار هستم، شما را به خدای بزرگ میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.